دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش توی توی جلسه می‌خوایم یه مثال دیگه با هم از تساعد حسابی حل بکنیم. مثالمون اینه که شیما حساب قرض با موجودی 3 میلیون در بانک باز میکنه و هر سال مبلغ 1 میلیون تومان به حساب اضافه میکنه من اینجا باید نوشتم اضافه میکنه بچه موجودی در پایان سال دهم خواستن که ما حساب بکنیم. یه, یه جدولی جلسه اول کشیدیم جدول رو دوباره اینجا هم میکشیم جدولمون اون از این قراره سال موجودی سال اول موجودی چقدر؟ سال اول موجودی سه میلیون تومنه. و چون هر سال یک میلیون تومن شما به این حساب اضافه میکنه سال دوم موجودی 4 میلیون سال سوم موجودی 5 میلیون و به همین رویه ادامه میده یعنی هر سال یک میلیون به حسابش اضافه میکنه از ما پرسیدن سال دهم ده موجودی چقدر بچه من ادعا میکنم می که این اعدادی که مربوط به موجودی هر ساله تشکیل تصاعد حسابی رو میدن چرا گفتیم تعریف تصاعد حسابی این بود که اختلاف دو تا جملات متوالی برابر باشه و برابر قدر نسبت باشه منم میگم اختلاف موجودی دو سال مختلف با هم ثابته و برابر یک میلیونه از این حرف من نتیجه میگیریم که قدر نسبت این تصاعد اونم یک میلیونه جمله اولش هم سه میلیونه خب اگه یادتون باشه با, با توجه به فرمول آین برابر با بسید من اینو با یه رنگ دیگه بنویسم که واضح تر باشه با توجه به فرمول آن برابر با آیکه که به اضافه ان منهای یک ضرب در دی ما اگر دی و آیک رو داشته باشیم جمله انومی تصاد رو میتونیم حساب کنیم حالا از اینجا اینجا توی این مسئله از ما خواستن که جمله دهم رو حساب کنیم یعنی آده میشه آیک که اینجا سه میلیونه مگر چالش های اینه که این شیشتا سفر رو درست بذارم در ده, ده منهای یک زبدر در دی که اینجا یک میلیون ده منهای یک که 9 هزب در یک میلیون میشه 9 میلیون به اضافه سه میلیون میشه دوازده میلیون پس آده میشه دوازده میلیون پس در پایان سال دهم ده هم موجودی شما دوازده میلیون حالا فرض کنید این بانک یه قانون عجیب غریبی داره این بانک میگه به ازای مجموع موجودی های ده سال به نه برابر موجود مجموع موجودی های ده سال به شما وام میده میخوایم ببینیم چقدر ما وام میگیریم یعنی چی؟ یعنی قانون این بانک اینه که سال دوم به ازای مجموع موجودی های سال اول دوم یعنی هفت میلیون به شما وام میده حالا میخوایم ببینیم که در پایان سال دهم ده به ما چقدر وام میده برای حساب کردن این به میزان وام باید حساب کنیم مجموع موجودی‌های ما در این ده سال چی بوده یعنی سه میلیون به اضافه چهار میلیون به اضافه 5 میلیون الا تا به اضافه دوازده میلیون میخوایم ببینیم چقدر این در واقع این سوال دقیقا برابر اینه که ما بگیم مجموعه یه تصاعد حسابی 10 جمله ای رو حساب بکنیم که جمله اول آخرش هم میدونیم جمله اولش سه میلیونه و جمله آخرش هم دوازده میلیون چرا من از این این فرمول دارم وچه ها می نویسم ده زب در مجموع جمله اول آخر تقسیم بر دو این جمله از اونجا اومده که ما تو جلسه قبل حساب کردیم مجموع تصاعد هندسی برابر با ان تعداد جملات در جمله اول به اضافه جمله آخر کلش تقسیم بر خب حالا اگه من از همین فرمول استفاده بکنم میگم که 3 به اضافه 12 میلیون که میشه 15 میلیون زب در 10 بکنیم میشه 150 میلیون تقسیم بر 2 میشه 75 میلیون پس 75 میلیون در پایان این 10 سال من میتونم از بانک, از بانک وام بگیرم من نمیدونم سودش چقدر میشه ولی خب 75 میلیون ما وام گرفتیم فعلا مرسی که تو این جلسه با من بودی توی جلسه بعد مبحث تصاعد رو ادامه میدیم فعلا خدافز